سلام و وقت بخیر. تأکید حکومت سرپرست بر ادامه تأمین روابط مثبت با جهان. چرا با گذشت 2 سال روابط دیپلماتیک با سایر کشورها برقرار نشده است؟ مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس وزیران میگوید که در حال حاضر روابط حکومت سرپرست با جهان در حال بهتر شدن است. آقای کبیر افزوده در حال حاضر سفارت‌های حکومت سرپرست در 16 کشور فعال است. معاون سیاسی رئیس وزیران این را هم گفته که دنیا حالا این حقیقت را فهمیده و دست خود را به حکومت سرپرست برای تعامل دراز می کند. همزمان با این انس حقانی از اعضای ارشد حکومت سرپرست گفته که جامعه جهانی در حال حاضر خواهان روابط نزدیک با حکومت سرپرست است. در سوی دیگر عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس وزیران در دیدار با معاون نمایندگان ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که حکومت سرپرست خواهان روابط نیک و مسالمت آمیز با تمام کشورهای جهان است. این در حال است که حکومت سرپرست در آستانگی 2 سالگی قرار دارد و تا کنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. حال پرسش این است که چرا جهان به حکومت سرپرست مشروعیت نبخشیده است؟ دستگاه دیپلماسی حکومت سرپرست چقدر موفق بوده است؟ آیا جهان به حکومت سرپرست دست دوستی می دهد؟ آیا روابط حکومت سرپرست با جهان در حال بهتر شدن است و یا خیر؟ این و چند پرسش دیگر را از مهمانان که در این بحث با ما هستند می پرسم. مهمانان من در این برنامه آقایان هر یک شیخ الحدیث محمد حسین رباطی، آگاه مسائل سیاسی، نثار احمد شیرزی، تحلیلگر مسائل افغانستان، و دکتر رامین کبیرزاد فعال سیاسی در این برنامه با ما هستند. مهمانان عزیز تشکر که به بحث حاضر شدید. میخوایم بحث را با آقای رباطی آغاز بکنم که 2 سال از حکومت سرپرست گذشت. در حال حاضر هم اعضای حکومت سرپرست به این باور هستند که روابط خوب دارند با جهان و در حال بهتر شدن است. پس چرا به رسمیت نشناخته تا حال کشورها حکومت سرپرست را؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد جناب اول تاسو موسى محمدی تا او زمر درانه میلمانه جناب کبیرزاده صاحب او جناب شیرزی صاحب تاسو ته د مینې او محبت سلامونه وړاندې کوم په دوهم قدم کې ټولو اوریدونکو او لیدونکو ورونو ته بالخصوص افغانانو ورونو ته خپل د مینې او محبت درانه سلامونه وړاندې کوم. راځو جناب ستا د سوال و جواب ته. رسمیت پیژندل، روابط پر مخ تلل، روابط قوي کیدل یا روابط کمزوري کیدل، ضعیفه کیدل، دا د هرې ورځې تر سیاست پورې تعلق لري. مخکې به داسې و چې دا سیاست به د یو چا فالوسي به ښکاره وه، سیاست به واضح و، تګلار به واضح و. نړۍ نن زمانه کې ډېره تیزه روانه ده، ځکه تیزه روانه ده چې په دې شلم قرن کې مختلف انقلابونه په نړۍ کې رال. د دې مختلفو انقلابو د وجې سیاستونه د ټول نړۍ چابک سوه، داسې تیز سول او داسې چابک سوله چې حتی سیاست یې ټوله ورځې ته رالی، ورځني سیاست ته رالی، چې د هر ورځې سیاست یې مغیر دی د بلې ورځې. ولې؟ تاسو قضاوت وکئ. اروپا، امریکا، افریقا، آسیا، د آسیا د هر ورځې حالات د بلې ورځې څخه بدل او مغیر دي. لکه د اوکراین مسله تاسو ګورئ، د آسیا ټول سیاست نن تړلی تر اوکراین پورې دی. دې ته اروپا منتظره ده، دې ته آسیا منتظره ده. اوکراین کې غربیان پر مخ ځي که پر شاج، اوکراین کې شرقیان پر مخ ځي که پر شاج. کلز نمونه پیدا سي د پرمختګ د روسا، د روسانو چې روسان پر مخ ولاړه، بله، یو طرف سیاست، یو رقم سیاست سو د نړۍ.
کچیری غربیان لش پر مخلارس حالا اگر خواهش خلالی سال اگر روابط حکومت سرپرست را تا دو سال با جهان مقایسه بکنیم چیگونه روابط داشت؟ حالا معاون سیاسی رئیس وزیران گفته که حقیقت را جهان فهمیده و دست تعامل دراز میکنه با حکومت سرپرست. در حقیقت آیا جهان تا حالا دست دوستی دراز کرده به افغانستان؟ جهان ام خپل دورزنی مفادات ته ګوري، خپل ورزنی سیاست ته ګوري. کچیری افغانستان کې د دې ورزنی سیاست پر مخ تللی، د دې هفته ای ماهانه سیاست پر مخ تللی، سالانه سیاست پر مخ تللی، بیا جهان سره روابط پیدا کړي د افغانستان سره. او کچیری د دې سیاست دلته کمزوري کړي، بیا روابط کمزوري کړي. روابط یا تعامل د نن زمانې ټول تړلي تر جانی سیاست پورې دي، ځکه دلته غټه مقابله روانه ده. آسیا په منځ کې د شرق او د غرب پروت دی، یا بل فرض افغانستان په منځ کې د شرق او د غرب پروت دی. بله، سیاست جهانی او د غرب روانه. سیاست جهانی تا حالا به این نتیجه نرسیده که حکومت سرپرست را به رسمیت بشناسه؟ الان که پدی باندې نه دی رسیدلی، خو هغه خپل منافع ته ګوري. کچیر داسې وي چې غربیان خپل منافع په آسیا کې پرکولی شي، بیا ښه تعامل کوي د افغانستان سره، ښه روابط امارت اسلامي سره جوړوي. او که خپل منافع ته نه سره رسیدلی، بیا خپل روابط. حالا دستگاه دیپلماسی حکومت سرپرست آقای شیخ ولدی است که چقدر موفق بوده، چقدر قناعت داده جهان را که روابط خوب تا بالا داشته، روابط حسنه داشته تا حالا که گفته روابط دوستی داشته یا بهتر شدن است در طول دو سال. حالا چقدر موفق بوده دستگاه دیپلماسی حکومت تا دو سالی که حالا عمرش گذشته؟ اسلامی امارات دیپلماسی ډیره واضحه او ډیره ښکاره ده. هغه وایي چې موږ یو غریب نظام یو، یو غریب ملک یو، یو غریب حکومتداری مو ده. موږ چا ته ضرر نه رسوو، د چا په سیاست کار نه لرو، نه د غرب په سیاست کار لرو، نه د شرق په سیاست کار لرو. موږ د غرب سم ښه ژوند او ښه زندگی غواړو، د شرق سم ښه ژوند او ښه زندگی غواړو. اسلامی امارت ده هر چا سره په خپل اسلامي افغانستان سره موافق بود آقای شیخ ولدی است. حالا دستگاه دیپلماسی حکومت سرپرست آ بالکل موافق است. موافق دی، خو موافق به دی شرط دی چې خپل افغانی اصول کې ده، نه خپل په اسلامی افغانی ثقافت کلتور کې ده، نه اسلامی امارت هر چا ته آماده ده. تشکر، سپاس آقای شیخ ولدی است. برمیگردیم در جریان بس. آقای شیرزای، حالا که به باور آقای شیخ ولدی است روابط بهتر بوده، واضح و آشکار است تا حالا دستگاه دیپلماسی حکومت سرپرست، پس چرا حکومت سرپرست را جهان به مشروعیت تا حالا که دو سال از عمرش گذشته به رسمیت نمیشناسه؟ محمدی صاحب درود و حرمت خدمت خودت و میمونان حاضر در بحث، همکارای تکنیکی شما و ملت ستم دیده افغانستان. و باور ما وقتی که مقامات طالبان ادعا میکنن که ما در 16 کشور روابط سفارتی داریم یا در 2 سال حاکمیتشان، اینا نتونستن یک دستگاه دیپلماتیک قوی و فعال ایجاد کنن. اینا دقت کنن که 16 کشوری که شما به گفته خودتان روابط سفارتی داریم در 2 سال، آیا در اون سفارت آقای شیرزایی، حالا آقای رباطی میگه که موفق بوده دستگاه دیپلماسی تا حالا تا اینجای کار، شما به چی نحوه میگن که موفق نبوده، به چی دلیل؟ من محمد سبمیر میخوایم بفرمایید. اگر در این 16 کشور که اینا میگن آیا بیرق طالبا در روز سفارت برافراشته است، آیا اینا طالبا را به رسمیت میشناسند؟ در حالی که 16 کشور چی که تمام دنیا تلاش دارند با افغانستان، نه با طالبا. دقت کنیم اینجا موضوع افغانستان هستن، تنها طالبان نیست. مردم دنیا، تمام جامعه جهانی تلاش کردن در 2 سال چراغای سبز نشان دادن. هر کسی که گرداننده یعنی دولت افغانستان باشه، به خاطر مردم افغانستان روابط خوب داشته باشن. دنیا تلاش کرد که با کمک‌های بشردوستانه، با حسنیت، با اینمی یک روابط اجباری است. اگر 16 کشور با شما روابط دیپلماتیک داره، این روابطشان اجباری است به خاطر تشویش ها و نگرانی هایی که از نبود یک حکومتی که مسئولیت بین المللی داره، این کشورها نگرانی هایشان زیاد است. به خاطر رفع نگرانی های خود و نشان دادن چراغ سبز و نیت با شما روابط داره. اما اینجا اونمود دستگاهی که من خلاف نظر ملا صاحب هستم، دستگاه دیپلماسی طالبا فعال نبود، قوی نبود، از اینمی چراغ سبز به نفع مردم افغانستان استفاده میکرد.
عقده ها و منافع خود طالبان را کنار میگذاشت یا هر مبارزه هر نیتی که دارن هر برنامه که دارن او را کنار میگذاشتن از این حسنیت از این چراغای سبز از این روابط ولو روابط اجباری است به خاطر رفع نگرانیشان استفاده میکردن به خاطر ترقی و فلاح و سعادت مردم افغانستان روابط خود با دنیا بهتر میساختن دستگاه دیپلماسی قویشان اگر فعال می بود از این استفاده میکردن قوانین بین المللی را و مساوی از این که افغانستان در قرن 21 زندگی میکنه افغانستان 1400 1500 سال قبل نیست قرن 21 تقاضای خود داره با اون او کنونسیون های سازمان ملل و روابط با همسایه ها و جهان همش کنار می آمدن و ابتدا با مردم افغانستان که مردم افغانستان در قرن 21 بله. این تقاضا داره حالا آقای شرزای فعالیت می خواهد که 14 سال به عقب برگرده یا مطابق قرن 21 زندگی داشته بله حالا 16 سفارتی که در کشورهای مختلف فعال است به عنوان چی اثر روابط بهتر نشده که سفارت ها در حال حاضر فعال است؟ نه خیر محمد صاحب من به این باور هستم که اگر همه دوست بسیار نزدیک طالبان پاکستان است چین است روسیه یک دیپلمات پذیرفته یا ایرانه که همین حال تشنج است به خاطر عقابه با طالبان از ماها به این طرف اینا سفارت دادن اینا همش ما گفتم یک روابط اجباری دارن یک روی مجبوریت ها و رفع نگرانی های خود تلاش میکنن که با وصف ازی که در این جنگ حکومت که مسئولیت بین المللی و استوارده باشه وجود نداره اما باز هم اینا به خاطر رفع نگرانیش یک طرف و به خاطر حسن نیت نشان دادنشان از جانب دیگه یک رابطه دارن یک رابطه گرفتن اینجا نقص نقص دستگاه دیپلماسی طالب هست که طالب ها فقط دنبال اونمو اهداف و سخنان خود هستن و فکر نمی کنن مقتضیات زمانه که در قرن 21 چگونه رفتار کنن اینی مشکل است که تا به حال طالبا را نگذاشته که کسی بر رسمیت بشناسه و مانعی اصلی بر رسمیت شناختن طالبا همی است در حالی که مردم افغانستان از جنگ خسته است مردم افغانستان هیچ جایی نمیخواهد که دیگه نارام باشن طالبا رنج مردم غم مردم درد مردم در طول 45 سال جنگ نادیده گرفتن حالا فقط اونمو حرفای خود دنبال میکنن اما اونمو تقاضای مردم افغانستان جهان و اینکه در قرن 21 چی گونه رویه کنن ایده باز کنار میگذارن بله. باعث ناکامی طالب های میبرن سپاسگزار هستیم آقای کبیرزاده حالا تحلیل شما چی است که آیا روابط بهتر شده تا دو سال دستگاه دیپلماسی حکومت سرپرست موفق بوده یا خیر اگر موفق بوده پس چرا حکومت سرپرست را هیچ کشور تا حالا به رسمیت نشناخته؟ ضمن عرض ارادت و احترام خدمت شما جناب محمدی صاحب مهمانان گرامی جناب شیرزای صاحب مولوی صاحب و تمام بینندگانی که ما را تماشا میکنند خب در ارتباط به پرسشتان خدمت عرض کنم که زمانی که یک دولت یک حکومت میارها، انجارها و استانداردهای بین المللی را پورا نکرده باشد تکمیل نکرده باشد هیچگاه در سطح ملی بین المللی و در سطح منطقی مشروعیت مقبولیت نداره به مو اساس با استناد به گفته های جناب شیرزاد صاحب فعلا یک خلای وجود داره خلای اداره در کابل یعنی هر گروهی که حاکم باشه کشورهای منطقه کشورهایی که فعلا افغانستان با او روابط دیپلماتیک داره از روی ناچاری مجبور است که تن به یک سلسله مراودات بزنه در غیر از او تا زمانی که در افغانستان یک حکومت ملی مردمی به اساس و اراده خاص ملت افغانستان و مشارکت تمام سیاسیون افغانستان خاصتاً گروه‌های مخالف و اساساً با ترکیب تمام خبرگان سیاسی جوانان جامعه مدنی بله. و زنان بله آقای کبیرزاده همواره ای را حکومت سرپرست گفته که میار تکمیل است حالا گزینه هایی که باید به کشور باشه که به رسمیت شناخته شود سوی جهان او هم مهیاس حکومت سرپرست او را تکمیل کرده پس شما چیگونه میگین که میار تا هنوز مهیا نکرده حکومت سرپرست میاری از که آدرس خود حکومتشان مدره بس میشه که البته از نظر دیدگاه خودشان شاید میار قبول باشه ولی از اینجا بس از نقطه نظر مسائل سیاسی موضوع دیپلماتیک در سطح کشورها در سطح جامعه جهانی مطرح است کو میار ما باید پوره کنیم کو میار البته چی است
اون میار شکلگیری یک حکومت با حضور تمام اقوام افغانستان، با حضور تمام جریان های سیاسی، با حضور نماینده های واقعی مردم افغانستان. در حال حاضر ما اگر نگاه و مکس کوتاه داشته باشیم به مو ترکیب دولتی که فعلا وجود داره، ما از هیچ قوم و ملیت نماینده خاص شوجا ما نمیبینیم. یک نفر دو نفری که آمده به شکل سمبولیک کارهای را انجام میده در واقع ای بسنده نیست. زمانی که ما از حکومت مشارکتی بحث میکنیم، از حکومت ملی، باید با قاعده های وسیع، با قاعده های وسیع شکل بگیره که تمام ملیت های افغانستان خود در او آینه دولتداری ببینه و مورد قناعت عام مردم افغانستان، شهروندای افغانستان و برابر با معیارهای جهانی منطقه‌ای باشه. در حال حاضر فقط اینا از منظر و دیدگاه خود میاره پورا کردن که تعلق گیری هم امتیازات به خصوص به گروه خودشان از وارد شدن 40 میلیون دلار در هفته به نفع یک گروه تمام میشه، به نفع یک نظام نه، به نفع ملت مردم افغانستانی موضوعات نیست. مردم افغانستان تا زمانی که به انتخابات نروند و زعیم مملکت کشور خود از طریق انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف تعیین نکنند و جامعه جهانی مهر و صحت بالای از او نگذاره، ما او را نمیتونیم در واقع مشروعیت بدیم، مقبولیت بدیم و یا ای که به شکل توجیه بکنیم که گویا روابط ما با 16 کشور جهان تامین است. تامین از روی ناچاری است. بدون شک وقتی که دستگاه دولت وجود نداشته باشه، هر گروهی که بیاید قدرت تصاحب بکنه از روی ناچاری پیش برد بعض امورات سیاسی و دیپلماتیک کشورها مجبور هستند بتن به یک سر از موضوعات دیپلماتیک. این از روی ناچاری و ناچاری است. ولی زمانی که در افغانستان حکومت ملی و مردمی با قاعده های وسیع شکل گرفت، در اون صورت ما میتونیم که میارسنجی کنیم از نقطه نظر مسائل روابط بین الملل و همون مؤلفه ها و شاخص هایی که خیلی مهم در امر حکومت داری است و تو تکمیل شود. کوره همه ما میدانیم مشارکت وسیع سیاسی تمام خبرگاه افغانستان و نماینده های واقعی و با وجدان مردم افغانستان در او آینه حکومت داری باید باشه که در حال حاضر بین قضایی ها را واقعی بینانه بررسی بکنیم. در حال حاضر همی کابینه با همی نوانده ساختار با همی نوانده دیدگاه و بینی شای قابل پذیرش است. آیا اصحاب قدرت توسط یک گروه خاص مشروعیت ملی داره؟ مشروعیت بین المللی داره؟ تشکر. آقای کبیرزاده برمیگردم به شما. آقای شیخ الحدیث، حالا آقای کبیرزاده و آقای شیرزای انتقادهای داشتن که حالا معیارها پوره نیست، حکومت ملی و مردمی تشکیل نشده تا حالا، مشروعیت را هم حالا کسب نکرده، چی از طریق انتخابات باشه اگر انتخابات آزاد و شفاف و عادلانه باشه، و همچنان روی ناچاری است روابط نیک که کشورها داره با حکومت سرپرست. آیا همینطور است؟ حالا قدرت را تصاحب کرده حکومت سرپرست، گروه طالبان، و روی ناچاری اینها روابط برقرار کرده کشورهای بیرونی. اول خود دا خبر کوما چې د ملي حکومت سمانه د دې به تعریف وکړو. تیر شل کلنې دورې ته هم نړیوالو ملي ویل، هم واکمنانو ملي ورته ویل. آیا دغه ملي حکومت و دا د دوی کړنې؟ دنیاوالو هم د ملي حکومت نوم پرې شوی و. ملي حکومت د قدرت و جزیرو ته ویل کېږي. جناب شیرزاد صاحب، کبیرزاده صاحب وویله چې دا خلک دې مراوستل شي په قدرت کې دې شریک شي. به نحوه سیاسون گفتن که حالا جناح مخالف حکومت باید باشه. دقا خلق دقا خلق تواک ورک ولسی. نو خدا خلق و بیاد قدرت جزیری پا افغانستان که جوڑی. دنیا بیوینی دنیا با پر افغانانو باندی خاندی چی پیوه معنی که پیوه ورز باندی دو زای حلف اخستل کیجی. قرآن ده جمهوری ریاست اخستل کیجی. پیوه مرکز کی پیوه پایتخت کی دو کسانان بایچیان دی باندی هلتا قرآن ورکول کیجی. اشرف غنی پارک کی ناست دی، عبداللہ پس پیدار مانی کی ناست دی، جی تہم عالم دی، قاضی دی، اغا حل احل فرکی، اغا تم حیل فرکی، دغتم نڑی والو ملی ویالا، دغتم دا حکومت واک داران ملی ویالا،
کدغره کم ملی حکومت نړیوال زمر سغوار شما چیگونه تعریف دارید از حکومت سیاسیون راسخه غواړي دا خو ملی حکومت نه حکومت ملی چیگونه است آقای بل دادی د انتخابات و مسئله ترال انتخابات سپاک لیر انتخابات په ټول دنیا کې نسی پیدا کولای ورسه وګوره تاسو ته به معلومات وي هر څوک چې نن راځي یا د پیسو په زور باندې راځي یا د ملک د استخبارات په زور باندې راځي تر ټولو خبره ملی حکومت دادی چې د ملت نیکان خلق صالحان خلق هغه مخی تراسی بله حکومت سرپرست آقای رباطی حکومت سرپرست حالا مشروعیت داخلی را کسب کرده قسمی که آقای شیرزاد و کبیرزاده به این پرداختن که مشروعیت ملی ندارن تا حالا مشروعیت را حاصل نکردن زو خدا وایم چه دغه حکومت ملی حکومت دی ولی ملی حکومت دی دا امارت اسلامی په دې باندې ملي حکومت دی چې تمام دنیا قوتونه ته ماته ورکول دا ملتونه کوي دا یو ډله نشي کولای دا چې ټولو جهانیانو ته نن ماته ورکړې ده د افغانستان ملت ورکړې ده دغه کسانان د افغانستان ملت دلته کښېنولی دي پر وزارتونو باندې که دغه خلکو شاته ملت نه درلودی دغه خلکو د ملک نسو اشغالولی د ملک یې نسو نیولی تمام جانیانو ته ماته نسو ورکولی یو گروه هیڅکله دا توان نه لري شما ملت کی را میگین آقای رباطی چه کسی هست ملت چه ملت کی را میگین شما یا مردم مردم عامه سهم دارن مردم عامه مراد از ملت مردمان است مردمای افغانستان است اقوام افغانستان است الان خود در افغانستان از هر قوم در امارت اسلامی وجود دار در هر از هر قوم ازبک وجود دار شیعه وجود دار اما تشیع. تمامش همیشه انتقادها در سطح بالا بوده که از طالبان است از اعضای طالبان است اونجا که در کابینه هم حضور داره همش طالب است امی شیخ مدارعلی بامیانی که از اهل تشیع است او 20 ساله کجا بود او 20 ساله سکرتر خلیلی بود امی اینجا بود با کرزی صاحب بود هم الان معین وزیر است بله یک تا شد دو خواب آقای رباطی بله دیگه طلبه است ما به همی منکر نیستیم ما میگم که این مسئله افغانستان به همی طور مثل شکلی انتخاباتی یا شکلی همی ملی که جهانی همی گویا یا سیاسیون می گویا به همی حل نمیشه به چه طریقه حل میشه ما به امارت میگم ما یک عالم ملی هستیم، روحانی هستیم، مقتدای ملت هستیم، استاد طالبان هستیم، استاد وزرا هم هستیم، خو استاد ملت هم هستیم. ما بار بار گفتیم که باید او حکومت، امی حکومت از استادا تشکیل میشه، از قدرات تشکیل میشه. مثل دکتر، انجینر، اقتصاد پو فلان و فلان و فلان از او باید زور میشه حالا که شما به نحوه میگین ما استاد ملت هستیم آقای رباطی چقدر به عنوان یک استاد به میشاگردایی که در افغانستان از شما توجه کردین بخصوص در قسمت تعلیم و تربیت بخصوص در قسمت مشارکت زنان که حالا بعضی ها به اشاره است که بیشتر از نیمه جامعه از زنان افغانستان زبا در خبال خبری پا پشتو در تکم برای بفرمایید مشکل نسته رباطی سر پرسی که پا تکلیفیم بفرمایید د امارت اسلامی مشران چنن واکمنان دی دا مخلصین او صادقین خلق دی دا اومنی دا وفادار خلق دی دا د خارج تر تاثیر نه دی لاندې لکه تیر د شل کلنې درې او د دورې واکمنان چې هغو د امریکایانو بغیر هیڅ حرکت نه شو کولی دا خود مختار خلق دی دا مخلصین خلق دی دا صادقین خلق دی زه تاسو ته وعده درکوم ټول ملت ته وعده درکوم دا کبیرزاده صاحب ته وعده ورکوم دا شیرزاد صاحب ته وعده ورکوم چه داغ طول قدرونه با پدی نظام که راضی بله چی زمانه خیلی کتاب آقای ولی... شیخ الحدیث چی زمانه حالا تاکید به میشده که باید متخصصین بیایه ولی طول برازی طول برازی خبر صرف داد افغانستان درود سلویشت کاله افغانستان تا مختلف بکروب نراغلی دی بله درود سلویشت کاله خرابی را غلی ده درود سلویشت کاله خرابی پدو کاله بانی نپرده که بیا با وگرزو تسته دیره منو نه سلامت آقای شیرزای حالا چی زمان تعامل شکل میگیره به نحوه حالا که این گونه دو سال از حکومت سرپرست گذشت هیچ کشور تا حالا آماده نیست به خصوص کشورهای آسیای مرکزی منطقه است که همسایش پاکستان است ایران و روسیه است تا حالا به رسمیت نشناخته اگر به همین منوال ادامه پیدا بکنه یا تعامل صورت خواهد گرفت محمدی صاحب اجازه بدهید در مورد حرفای شیخ الحدی صاحب تفسیری داشته باشم ده این دیمه شیخ الحدی صاحب از سخنان بزرگ
بسیار بزرگ بزرگم کلان کلان گپ شدنات بپریشیم. 43 سال است که ما غور دادیم، ما کلنگه چنین کنید شکلی بوده. یقین کنید که ما هیچ افغانستان شکلی برعکس ملت افغانستان بود که در 45 اگر ملت افغانستان حال ملت افغانستان از دق خود محروم هست. حال نیم قشر ملت افغانستان خانما در خانه های خود، دخترایشان در خانه های خود بدون تحصیل نمی مانده. جوانای ما مجبور به مهاجرت ها نمی شدن. نخبه های ما مجبور به مهاجرت ها نمی شدن. جنرال های ما، افسرای ما، مدیرای ما، متخصص های ما در کشورهای همسایه نمی رفتن کارهای ساکه و کارهای بسیار سطحی و معمولی در انجام نمی دادن. این ملت افغانستان است که در 45 سال شکست خورده. فقط یک مشت از مردمی که در پای معاملات بودن اینا منفعت بردن و همو استخبارات بزرگ. در این زمان شما اگر بنی حالتی که طالبا ادامه بدن، حکومت طالبا حکومت طالبانی است، حکومت کثیرالملیتی نیست. اقوام افغانستان در اینجا واقعا سم نداره. اگر هم کسی که یک نفر شما میاد کرده، اونا از طالبا بیعت کردن، اونا و طالبا بیعت کردن یا سابقه طالبی دارن. در غیر از اون طالبا امیال هم علاقمند جزئی هستن که تمام مردم افغانستان باید بر اینا بیعت کنن. طالبا دنبال از این نباشن، علاقمند از این نباشن که همه مردم باید به اینا بیعت کنن. بگذارن بدون از این که سابقه طالبی داشته باشن یا بدون از این که از شما بیعت کنن، بیاین خدمتگار از وطن شوند. همو تخصص، همو لیاقتی که دارن در خدمت و مردم و وطن بگذارن. جالب است چند روز پیش همو برنامه حسابدهی که طالبا آغاز کردن، وزیر مخابرات خبرنگار از پیش سوال میکنه، میگه تو سه سوال کردی، سوالای مسلکی است، ما خود یک ملا است. آفرین به همت می آدم که حداقل خودش در روبروی رسانه ابراز میکنه که سوالای مسلکی است، ما یک ملا هستم. بنان در وزارت مخابرات نباید یک ملا باشه. ولو بیعت نکرده، بگذار یک متخصصی که برای تو بیعت نکرده، خلاف مفکوره سیاسی و مذهبی تو هم اگر هست و همو آدم خدمتگار وطن و مردم میشه، اونمو تخصص خود در اون وزارت به کار پرده، خدمتگار وطن و مردم شود. وزارت اقتصاد هم در بخش امنیت، سکتور امنیتی در تمام مسائل اجازه بتین بدون بیعت کردن مردم در کنارتون باشه. اینمی خاص جامعه جهانی است و اینمی حکومت ملی بینمی گفته میشه. در حکومتی که شما میال کلمه گفتین من با فارسی به مشکل هستم. زب پا پختو دیر خر خبری کنم، زب فارسی وانی من. دست پا فارسی کنم، دست وای تو فارسی، در چه کل پدغه جدری ورتا وای. ولی تا سو فارسی تا عزت نکه، زب پختو تا عزت کنم. پده چه پختو و فارسی دا دوال زمونگ رسمی زب ده. ولی در تو کارونه در فارسی لاحویت هست در فارسی. ترجی خلق جبه ته احترام وکي، خلق فرهنگ ته احترام وکي. دا دوه کاله دا چې طالبان یو ملی مشروعیت دننه پیدا ونکړه، همدغه خبره ده. نوروز ته تاسو عزت نه کوي، کوم رواجونه چې د افغانستان خلکو د هغه ته د دغه طالبان عزت ونکړه، فرهنګ، کلچر، هر څه د ټولو او فارسیوانان اوس په حکومت کې ځای نه لري. من چې هغه کسان چې طالبي یا سابقه لری یا طالبان تا باید کرده دیوه مولای صاحب، ما به زبان پشتو احترام دارم. طالبان تمام مردم افغانستان باید از دید اسلام احترام. در اسلام تفاوت بین زبان و رنگ و پوست و انسانانه فقط در تقواست. ببینید کسی که تقوا داره، کسی که پرهیزگاری داره، کسی که واقعا خدمتگار از این مردم است، اون حکومتی که در 20 سال بود یقینا هیچ شهروند افغانستان خوشبینی از او دوره جمهوریت نیست. تمام مردم از او افتاد دارم. من پیشتر گفتم مردم در 20 سال بسیار رنج دیده از او افتاد. مردم هایی بودن دیستان شده آمدن، با یک بکس دیپلمات آمدن، جیبای خود پر کردن، پولای ملت دوزی کردن، زد و بند باید داشتن، رنجش هم ملت بود. حال طالب ها هم عین کار میکنن. اگر بگذارن که فقط او اعضای طالب در حکومت باشه، یقین کنین که اگر 20 سال دیگه هم باشه، نه دنیا شما را بر رسمیت می‌شناسه، سپاس پشیرزای برمیگردیم با شما تعامل میکنه. من فرضی شما تعامل کنین با مردم افغانستان و با جامعه جانی و همون مقتضیات قرن 21 در نظر بگیرید، رای بینو در جزئی دیگر اون دید. بله تشکر آقای کبیرزاده. حالا چی باید شود؟ در گام نخست کدام گام برداشته شود که
حکومت سرپرست را به مشروعیت بشناسه جهان و تعامل صورت بگیره. همین معضل تعامل تا حالا 2 سال گذشت از حکومت سرپرست ولی تعامل صورت نگرفته، تعامل رسمی. خب آن چیزی که البته معیار است در جهت به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبا، او تن دادن به خواستهای ملت افغانستان و تن دادن به انتخابات است. تا زمانی که قسمی که قبلا عرض کردم انتخابات با اراده خاص ملت افغانستان و جامعه جهانی شکل نگیره و نماینده های واقعی مردم در انتخابات خود کاندید نکنند و یک زعیم ملی که واقعا به نمایندگی حالا آقای کبیرزاده، تحلیل شما از امی زعیم ملی، حکومت همشمول و یک حکومت ملی چی است؟ چه تعریفی را شما برشان میتین؟ خب در واقع ما میتونیم بگویم که حکومت همشمول همی است که در آینه دولتداری تمام ملیت های افغانستان خود را ببینه. ولی در حکومت سرپرست آقای شیخ العدیز گفت که از تمام اقوام اینجا در حکومت سرپرست وجود داره و هم اقوام خود را میبینه در حکومت. جناب گفته خود مولای صاحب است، اگر واقعا یک کمیسیون حقیقتی ها به قسمی که شاهد بودیم در دوران جمهوریت هم چنین کمیسیون های شکل میگرفت، امروز شکل بگیره و بررسی واقع بینانه داشته باشه ساختار حکومت و حضور نماینده های واقعی مردم افغانستان در ترکیب ساختار است، یا درک میکنیم که به شکل واقعیش و حقیقیش هیچ نوع نماینده واقعی مردم افغانستان در این وجود نداره. به شکل تنبولی که 1-2 نفر 3 نفر را که ما نام میگیریم، در واقع ما ایجا به نمایندگی از 30 میلیون، بیشتر از 35 میلیون جمعیت افغانستان، نفوس افغانستان، ملیت های مختلفی که در اونجا وجود داره و افغانستان یک کشور کثیر قومی و کثیر ملیتی است، باید نماینده های واقعی 1000 ملیت قوم افغانستان در ساختار آینه دولتداری خود ببینه. در غیر از او این مشکل حل نمیشه، همان آش است همان کاسه به اصطلاح. در واقع تا زمانی که گروه امارت و گروه طالبا به خواستای اساسی مردم افغانستان تمکین نکنند، به انتخابات احترام نگذارند و معیارها استانداردهای جامعه جهانی را نپذیرند و یک حکومت ملی با قاعده های وسیع در افغانستان شکل نگیره، ما هیچ گاه از این بنبست راهی پیدا نمی کنیم، بلکه دیگه هم مشکلات صدرهای حکومتداری صدرهای مردم افغانستان بیشتر میشه و بیشتر افغانستان به انزوا میره. فعلا تمام مراودات و تعاملات که هست در سطح یک گروه است. این واقعیت های جامعه افغانستان است که امروز اگر واقع بینانه بخواهیم قضاوت بکنیم بنابر اصل بینش واقعی، در واقع این واقعیت های جامعه افغانستان است که جناب مولای صاحب خودش هم میدونه که امروز و بیش از 35 میلیون جمعیت که افغانستان داره، در ساختار دولت، در ساختار کابینه چندانی از این تاجیک است، چندانی از این ازبک است، چندانی از این هزاره است و بقیه ملیت های دیگر افغانستان. در واقع ما ایره ما میتونیم برش واقعا یک حکومت ملی با قاعده ها واسه اطلاق کنیم، نه حاکمیت و تصاحب یک گروه را که بیاید به شکل از اشکال بگوید ایجا دلالت بده حاکمیت یک گروه را به حکومت ملی. یه کاملا البته از دید ما منتفی است. آقای کبیرزاده، حالا مردم در کجای این تصمیم گیری ها قرار داره و نقش مردم و جایگاه مردم را شما چگونه تحلیل میکنین؟ خب جایگاه مردم امروز به جهانی ها معلوم است. جایگاه مردم همی است که مهاجرت است. سیل از مهاجرت ها را ما شاهد بودیم از زمان حاکمیت گروه طالبان در افغانستان، که البته همون جایگاه مردمی است که اگر واقعا در اون نظام در اون دولت خود می دیدن و خواستهایشان، مطالباتشان، مقتضیاتشان لبیک گفته می شد و احترام گذاشته می شد، امروز جمعی از جوانای افغانستان به بیرون ما شاهد مهاجرت هایشان نمی بودیم. به می ترتیب و استناد به صحبت های جناب شهرزاد صاحب، کسکازهای علمی و معنایی و مسلکی ما امروز متاسفانه جامعه اروپایی و امریکایی نفهمه بره، امروز حضورشان در افغانستان وجود نداره. این مسائل ها را ما بیایم بررسی بکنیم، بعد از او برچسب پسیر بزنیم که حکومت با قاعده ها وسیع وجود داره و مشارکت عموم مردم افغانستان جریان های سیاسی و فعالین مدنی وجود داره. از منظر تک گروهی، تک قومی و تک حزبی
ما در واقع نمیتونیم فقط برچسب وزیر بزنیم که حکومت ملی در افغانستان وجود داره، هیچ نه مشکل وجود نداره و سپاس آقای کبیرزاده، برمیگردم با شما. آرامش اقتصاد وجود داره. تشکر. متاسفانه این مسائل ها کلا بررسی همه جانبه نیاز داره که باید به ریشه ها عباد و عزیز به شکل واقعی بینانه پرداخته شد. بعد از اون ما میتونیم بگویم که حکومت ملی و مردمی و در افغانستان شکل گرفته، مردم در زیر سایه این حکومت زندگی روالادی خود ادامه میتن. بله شیخ خلادی صاحب، سمر متخصصین دی به حکومت که شتون داری شیرزای صاحبایی مثلا مثال ورکده وزارت مخابرات سوی یغزم مولوی مو به تخنیکی مسائل بانه نپویگم، سمر متخصصین به سرپرست حکومت که شتون داری؟ اول خوب از تا تا در شیرزی صاحب پا جواب که خبره وکم چی جنابی شیرزی صاحب موش تاسی طول افغانانیو در دی ملک خلقیو لسانی تاسوبی خبری بنکو، قومی تاسوبی خبری بنکو. دو ویلی چی پخپل دی ولی پارسی نوای ولی ندازده، زما منطقه جلاد، زما پا منطقه که پارسی نستن و زروان پارسی ویلی نسم کسمی مزدمی هم ده. او دای وایی چی پا ادارو که پارسی دی پریشدی نه، دا دا تاسوب خبری دی. الحمدلله زده دا امارت پا نمایندگی تا است خبره نکوم چیز تا تا جواب پا نمایندگی دا امارت رکوم. زده دا ملی علیم پا حیث وایم چرازه پر طول وزارتو با دی زو گرزوم، پر طول ریاستو با دی و گرزوم که دا پشتو و دا پارسی پرک دلتا تا محسوس که دا تبعیز دی پیدا که فوراً پا غزه ما تر لاس ونسه. الحمدلله پا دی نظام که دا پشتو دا پارسی دا پشی دا بلوچی هیچ تبعیز نستا. دا غلط فکر دی چه ارچو که که خدا با مجھ نوایو، دا سوال بزا نکوام چه دلتا چه شل کال حکمرانی تیر سواله دا ملی حکومت پا نامه بانی تیر سواله پا کابل که چا پشتو ویلی نسواله دا چا چیز دا واغا پشتو ویلو تا نپریشوال که دی. یو بل تا پخپل انصاب قضاوت وکا یوازی دا پنشیر سا سمری جنرالان وشی دا طول افغانستان جنرالان رو تبید را طولی کلی و یوازی دا پنشیر دا پرزیاتی و دا مجھ نوایو، دا اعتراض مجھ نکو، زکر نکو چی مجھ علمایو. متخصصین سمرشتون داری دا علما و سرده اس خبری مناسبی ندی دا علم دا لباس سرده مناسبی خبری ندی چی دا علم دا لنگوٹی و لباس سرده یا قومی خبری وی که یا لسانی. امارت اسلامی الحمدلله ازبک تا پشتانت تا تاجک تا طول تا احترام لری، هر جبی تا احترام لری او هر چا تا احترام لری، هر پر تا دی ملت احترام لری. رب سودیت است سوال ته چې په نظام کې متخصصین څومره دي؟ په نظام کې متخصصین کم دي، ولی کم دي؟ متخصصین غرزیدل دي، ولی غرزیدل دي؟ دغه د غربیانو په اوازو باندې ده، دغه غربیانو په تخریبونو باندې ده، دغه فسادونو په وجه باندې غرزیدل دي. کوم یو مدیدارې څخه متخصص شړل سوی دی؟ یو مجرم دی. مجرم چې دی هغه که د امارت اسلامي خپل سړی دی هم مجرم تر لاس نیسي، که د امارت اسلامي خپل سړی نه دی، جهاد یې کړی نه دی، هغه هم تر لاس نیسي. امارت اسلامي دا دی کمیسون جوړ کړی دی، دا کمیسون شپه ورځ په دې باندې لګیا دی چې متخصصینو قدرونو ته وایي چې راسئ. د هرات څخه یو ډاکټر تللی و، هغه د تور اسماعیل خان امیر صاحب اسماعیل خان قریب و، د هغه وامسه غورځېدلی و، خپله جراحي ډاکټر و د مغز. زه د شپې د کندهار پسې ولاړم، د هرات والي صاحب ته مې وویل چې په هر قیمت وي دا ډاکټر صاحب راوغواړه په ایران کې ناست. دا زموږ د ملک قدر دی، دا زموږ د ملک عزت دی، دا زموږ د ملک سرمایه ده، خامخا دا ډاکټر راوغواړه. اوس هم زه د ستا د مېزه سه د دغه مېزه سه و ټولو قدرونو ته اعلان کوم، زه د امارت نماینده نه یم، خو لیکن په یو ملي قوت باندې، په یو روحاني قوت باندې، په یو علمي قوت باندې زه ټول متخصصینو ته اعلان کوم، سر د سبا دې زما لمبر واخلي، زما دې سره دې په رابطه کې شي چې په دا ملک کې دوی ته خدمت ورکول کېږي که نه ورکول کېږي، په دا ملک کې دوی ته شرایط د زندګۍ جوړېږي که نه جوړېږي. بله سیل از مهاجرت خورا آقای شیخ خلادی صاحب کبیرزاده صاحب ویل چې دا خلک دي چې سیل سیل زی او ناراضی دې حکومت د سرپرست نه ځي مهاجرت کوي، متخصصین هم په دې کې شتون لري، ولې دا مهاجرتونه دومره زیات شوي؟ که چیرې مثلا پاسپورت خوشی سینو څومره نور به اضافه سي دې مهاجرتو کې څه ډول د دې مخنیوی وسي؟ دا ټول خلک زه خطاوتلی بولم، ځکه خطاوتلی بولم، په دې دوه کاله کې دننه تاسو ولیدل ډاکټر عبدالله عبدالله دی ناست دی، څوک یې نه وژنې نه څوک بې عزته کوي. په دا دوه کاله به تا د عبدالله د بې عزتۍ خبره نه یې اورېدلې. په دا دوه کاله دننه کې به تا د
امید کرزی صاحب چه امریکایان در آوست زموش پی اصطلاح در آوست الخارجان چرا وستون که در خارجان و در دید بی عزتی آوازه بطانه یوریده حتی هم داره کم انجنر گول بدین اکمت یار ساباد و ایناستی در دید بی عزتی در توحین آوازه بطانه یوریده شیخ الهادی صاحب آم مردم باقی خلق سه مثلا متخصصین دی کار ورد زمینه نست و رس با ورز اقتصادی مشکلات ورد بنده زیادی گین و مجبور دی افغانستان اقتصاد در سپر روان دی دا با قیاسونه د دنیا د اقتصاد سره د دنیا اقتصاد یا د پنزو سره روان دی یا د شپیتو سره روان دی زموج اقتصاد د یاو سره روان دی زما سره بزما پر اقتصاد متخصص صبر کئ زما سره بزما د ملک پر اقتصاد باندې ډاکټر انجینر دا به صبر سره کوي مننه شیخ خدای ستاسو بیا برا وګرځئ زنه استم دی بم دغه کښې نزاب غانه یم زنه استم دی بم را سره کښې پر دغه خیال باندې تشکر شیخ خدای صاحب آقای شیرزای حالا چی گونه بر ترسیم رابطه اش حکومت سرپرست با جهان و همچنان با کشورهایی که حالا قدرتمند هستند چگونه اعتماد سازی بکنه و تا حالا که دو سال گذشت از حکومت سرپرست همواره نگرانی های هم داشتن جهان و همچنان کشورهایی که در گرد و بر افغانستان وجود دارد چگونه اعتماد سازی شکل بگیره؟ مابعدی صرف منگری حساسی یا حل حساسی مشکل افغانستان در داخل افغانستان تا زمانی که ما این گری را در داخل افغانستان باز نکنیم مشکلات داخل افغانستان حل نشد بیرون ناممکن است که ما بتانیم کامیاب شویم یا طالبا بتانیم کامیاب شویم تا زمانی که طالبا واقعا آن چیزی که میگن عمل نکنن با مردم افغانستان تعامل مثبت نکنن مردم افغانستان را در کنار خود نداشته باشن اعتماد نکنن بالای ملت افغانستان ناممکن است که دنیای اعتماد کنند. خیلی از ماجرات بعد از وقت آمدن طالبان صورت گرفت. در کشورهای همسایه دور و نزدیک اینا همشان انتظار هستند میبینند که بود. و طالبان هم درست است کمیسیون جور کردن دعوت میکنند میگن بیاین این دشته. اما در فضای مجازی عملا مردم روابط داره تماس های داره از دور از اون دور هم حالت که حاکم از در افغانستان همه میبینند کسی اعتماد نمیکنند. بارها دیده محکم های سرایی بوده احترام نبوده آنچه که گفتن عمل نکردن اگر این چیزا با واقعیت باشه یقینا مردم افغانستان از حاکمیت 20 ساله جمهوریت ناراض مردم افغانستان در امو آینه نمیدن یک حرف ملاسه من رد میکنم که میگه در 20 سال کسی پشتو گفزه نمیتونست یقینا که چنین نبود من خودم برد گفتم من تاجک هستم فارسی زبان هستم پشتون صحبت میکردم دوستای بسیار زیاد پشتون دارم حالم شکر دارم خودت گفتی من از پشتون اذیت میشم من از پشتون اذیت نمیشم پشتون بسیار دوست دارم مردم بسیار به این موضوع دامن زده شد اما چنان که خودت میگفتن همیشان چنین نبود اما در کل مردم از حاکمیت 20 ساله ناراض بودن حالا اگر طالبان گری اساسی مشکل در داخل جستجو کنن مردم افغانستان همو کسایی که هست و اونا تعامل مثبت کنه او کسایی که فراب بر آمدن با آمدن طالبان مهاجر شدن و با عالم مشکلات در کشورهای همسایه و منطقه زندگی میکنن اونا هم دل میگیرن با لبیک میگن با مو فراخان طالبان میاین علاقمند هستن هر کدامش این زندگی ذلت مهاجرت برشان رنجاور است علاقه دارن بیارن بیان در داخل افغانستان همو تحصیلی که کردن همو تخصصی که دارن همو را در خدمت مردم خود بان وطن جای وطن هیچ کس گرفت نمیتونم من خود یک آدم هستم که تقریبا 7 سال 8 سال هستم مهاجر هستم اگر همین زمینه مساعد شد مانند من حتی از امریکا و اروپا مردم میخواه بیاید به افغانستان ای کاش این اعتماد سازی را یک بار طالبا در داخل افغانستان کسانی که نمیال حضور دارن هستن مردم میبینن اون چیزی که در افغانستان رخ میده با اونا یک تعامل مثبت بگیرین همه را در بدارات ثابتین پیش از این نگردین که فقط این مولوی و ملا و آخوند است یا با طالب سابقه داره یا بیعت کده برای دو وظیفه بتین ولی او هر سوی تحصیلی داره نداره متخصص تحصیل پس افغانستان به کجا میبره افغانستان هر روز انزوا ببینید در دو سال از تمام نشستهای بیندریست افغانستان در انزوا ماند در نشستهای سازمان ملل شانگهای سارک من اون روز با یکی از کارمندان سارک صحبت کردم دو سال از موضوع در کشورهای در سازمان سارک موقف افغانستان به تعلیق آمده این همه چالش ها و در انزوا کشاندن افغانستان بس از دیگر دو سال ببینید بسیار وقت زیاد از بر حکومت هایی که میاین اگر واقعا خیال حکومت داری داره طالبا
صد روز کاری بر از اینا مهم بود من میسنجیدن. آیا در صد روز کاری ما به مساوی حکومت عمل کردیم یا نی؟ حال خود دو سال شد، این فردا دو سال پوره میشه. بسنجن ببینن ناکامی های خود و غیر از اینکه ملت افغانستان، اقوام افغانستان به هر زبان و به هر ملیت و هر قومی که هست تا که عزت نکنی، احترام نکنی، یقین داشته باشین تا که گره در داخل افغانستان باز نشه، در بیرون افغانستان شما چیزی را جستجو نکنین تا زمانی که زن و مرد افغانستان در افغانستان برش حق داده نشه که در اینجا خدمت کنه. زنای افغانستان کم از مردا حساب نکنین، همه خراب نیست، همه با فساد آلوده نبود. اون کسایی که خائن بود با جاسوس بود اونا پیش از آمدنتان اونا را همیشه اون بادارهایشان را جور کرد برآمدن رفتن. کسانی که هستن یا کسانی که از مجبوریت حراز برآمدن، شما همه مردم جاسوس حساب نکنه. این مردم افغانستان از پدر الحمدلله کل ما مسلمان هستیم، مسلمان بودن، به احکام دین و شریعت پابند بودن. شما ما را کافر حساب نکنه. تشکر آقای شجزاده. کافر حساب نکنه. رای بیرون رفت. تعامل مثبت ابتدا با در جنبندی برمیگردیم آقای شجزاده با شما. بله تشکر آقای کبیرزاده. حالا چگونه این نگرانی ها را برطرف کرد و چگونه به اجماع منطقه‌ای برسد حکومت سرپرست؟ خب این نگرانی ها را در صورت ما میتونیم برطرف بکنیم، حل بسازیم، قسمی که تذکر دادم به یک پروسه ملی و مردمی که اعتماد سازی شود واقعا به شکل شفاف و عادلانه و آزادش با نظارت جامعه جهانی و کشورهای منطقه و مشارکت عام مردم افغانستان، یک انتخابات آزاد در افغانستان را اندازی نشه، هیچ گاهی این مشکل اساسی که امروز دامن افغانستان گرفته حل نخواهد شد. یک موضوع این مسئله بوده که باید به انتخابات تمکین کنند و خواستای مشروع و ملی مردم افغانستان تمکین کنند و خواستای مردم افغانستان باید این طور نباشه که همیشه فشار جامعه جهانی وجود داشته باشه. باز اینا بیان بعضی از مشکلات مردم افغانستان را حل بکنند. مثلا به خاطر بازگشایی مکاتب و دانشگاه و پانتونا فعلا ما شاهد هستیم با وجود در ته دو سال فشارهای جامعه جهانی، کشورهای منطقه، مردم افغانستان، فعالین سیاسی و مدنی همه ایش فشار وارد میکنند و نحو بالای حکومت طالبان که مکاتب را روی مردم افغانستان باز کنند. او هم به یک اساس یک فشار جامعه جهانی حالا آهسته آهسته البته تن دادن که در مکاتب باز بکنه، ای هم البته به شکلی از امیدواری میتونه باشه که اگر واقعا حقیقت داشته باشه در آینده نه چندان دور باید به این خواست جامعه جهانی و مردم افغانستان به خصوص قشر خواهرها و برادرهای ما احترام بگذارن و زمینه تحصیلات برایشان مساعد بکنه. و حضور قسمی که جناب شهزاد صاحب گفت، حضور تمام مردم افغانستان در آینه حکومت داری یک اصل است. تا زمانی که ما تن به این خواستای اساسی مردم افغانستان نتیم و همو سلیقه های گروپی خود، حزبی خود و تحمیل بکنیم بالای جامعه جهانی مردم افغانستان، این گرهگشای موضوع امروز افغانستان نیست. این بنبست پس باید به خواستای نیک و مشروع مردم افغانستان تمکین کنیم، او را احترام بگذاریم و ملیت های افغانستان و روی هم رفته مشارکت وسیع مردم افغانستان، نماینده و خبرگان سیاسی افغانستان، خصوصا کادرهای علمی و مسلکی را در قاعده های وسیع دولت بگماریم، جا بتیم. بعد از اون ما میتونیم حداقل یک بخش از معضلات و مشکلات امروزی مردم افغانستان حل بکنیم. در غیر از او اگر خواستا همیشه یک جانبه ادامه پیدا بکنه، نه مشروعیت ملی داریم، نه مشروعیت منطقی پیدا خواهد کردیم و نه جامعه جهانی ما را به رسمیت نخواهد شناخت. این مراحل ابتدایی است که البته یک زمینه سازی است که میتونه همون مراودات تامین شود، حداقل به سوی به رسمیت شناختن بریم و حاکمیت های تک گروهی را، تک قومی را در طول تاریخ افغانستان ما شاهد بودیم که هیچ جناهی به رسمیت نشناخته. طالبان هم اگر واقعا میخوان که به سمت به رسمیت شناختن برن و کشورهای منطقه جامعه جهانی یک غور بررسی داشته باشد این مورد، باید از تاریخ درس بگیرن و
سرنوشت سیاسی را باید مردم افغانستان خودشان تعیین بکنند، نه یک گروه و یک تنظیم خاص. این خواست اساسی مردم افغانستان است. زمانی که افغانستان یک کشور کثیر قومی میگیم، امروز هر قومی که خود در آینه حکومت داری نگره، بدون شک از دید و اندیشی از او نمیتونه بگوید که حکومت جدید حاکم است وجود داره. بله، شکر. شیخ خلدی صاحب، ده حال لار صده او چه وقت با ده انجون لپاره مکتبون خلاصی؟ ده حال لار زما په نظر، ده یو ملی علم په نظر، داده تر دې راه د فورې زاده کبیر زاده صاحب د مجلس سره موافق یم، او د شیرزي صاحب د مجلس سره شیرزي صاحب ویل چې یو هغه کسانان دي چې هغه د خارجانو جاسوسان و هغه یا د مخه تللي دي یا بیا نه راځي، یو ملي قدرونه دي. موږ بار بار امارت ته دا هم ویلي دي، په علمي سویه باندې مو ورته ویلي دي چې باید زموږ د قدرونو احترام وسي، که په داخل کې دي د دې به هم احترام وسي، او که په خارج کې دي هغه به یې در وغوښتل سي. ګوره، یو بهرني پالیسي ده چې زموږ سره یې کوي، یو زموږ خپل دننه خپله پالیسي ده. بهرني پالیسي زموږ تر دې پورې هغه موږ ته نه ګوري چې تا خپل خلک جوړ کړي دي که ناجوړه دي، هغه خپل سیاست ته ګوري. که د ده منافع وي ګټې وي، یوازې امارت اسلامي مني، که د ده منافع وي نه وي بیا یې نه مني، هغه خپل سیاست ته ګوري. اصلي مسله چې ده، زما استاد خپل کور ده، ما و تا باید سره خلاص کو، خپل کور په خپله جوړ کو. هغه به څنګه جوړو؟ هغه به دغسې جوړو چې ډاکټر به راولو، خدمت به په کوو، انجینر به راولو، خدمت به قدر به کوو، احترام به کوو، خدمت به وکړو، او کار به اهلي کار ته سپارو. دا ثابته خبره ده، دغه خبره چې کار اهلي کار ته سپارل دا یو اصولي خبره ده، یعنی یو عصري خبره نه ده، دا د حدیث خبره ده. حدیث کې دا راځي چې کوم حکمران چې کار اهلي کار ته ونه سپاري، دې حکمران د الله سره هم خیانت وکړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم خیانت وکړي، او د تمام مؤمنانو سره هم خیانت وکړي. موږ امارت ته دا وایو چې د ټولو قومونو به احترام دلته متوازن احترام وي. افغانستان یو اویا قوم دی، دا یو اویا قوم به متوازن احترام په افغانستان کې لري. د دې قومونو د احترام سره سره به د افغانستان چې څه قدرونه دي، ځوانان دي، کسبین ژری دي، دا به په افغانستان کې په خدمت باندې مبتلا وي، اختبار وي، او قدردانی به د دې کیږي. مننه شیخ الحدیث صاحب. دا موږ امارت ته په علمي ژبه باندې وایو، وسم ورسره اخته یو، په دغه مجلسونو کې ورسره اخته یو لګیا یو، خو صرف یوه خبره دا کوو، دا قدرونه ته لکه شیرزاد صاحب، لکه کبیرزاده صاحب، چې د خدای په خاطر یو څه وکړي، د دغه نظام یو څه احترام وساتئ، د دې امارت ته څه احترام وساتئ، که په داخل کې یاست که په خارج کې یاست. دغه نظام بیا ولا قدر باندې راسي، موږ ته معلومیږي، موږ د 15-30 کالو د سیاست خلک چې افغانستان کې مدیر کړي، دا یاد ساتئ، دوی نه صادق نظام، صادقین خلک، دا په تاریخ کې ولا قدر باندې راسي، د دې احترام وساتئ. تمام ده، تشکر شیخ الهادی صاحب. آقای شیرزاد، راه حل چی است اگر شما تحلیلی داشته باشید؟ محمد صاحب، مختصر در مورد صحبت شیخ الحدیث صاحب زد یو افغان په صفت، هر یو افغان وګړو ته احترام لري، هغه کوم حزب کوم سیاسي مفکوره لري هغه ماته مهم نه ده، ټول افغانانو ته، ټول د افغانستان وګړو ته زه احترام لرم، که هغه هر څوک وي، ما به هیڅ کس به احترامي نمی کنم، همه را احترام. رای حل ببینید، توافقات دوهم، همین راتی که بود که پیشتر از عبدالله یاد کرد، شیخ الحدیث صاحب اینجا آمده آرام شیشته، ملت افغانستان حتی علاقمند است که عبدالله باید محکمه شود. عبداللهی که در 2 سال یا اضافه از او به نام شورای مصالحه پولا معاش میگیره، مصارف از دولت کرد. آقای شیرزاد، فرصت تمام از جنبندی برنامه است، اگر برای حل بپردازیم. مطابق چون او توافقات دوحه، حکومت طالبان حکومت دائمی، یک حکومت موقت، بعد بر رفتن به طرف انتخابات. اگر شما برای طالبان میگم علاقمند به این مردم هستین، اگر جهادتان، اگر به خودتان به نام خدا کردین، آلتان بتین به یک انتخابات آزاد شفاف بگذارین، که مردم افغانستان الان کسی را که میخواه امور انتخاب کنه. خدا کنه که شما انقدر اعمالتان نیک بسازین که به شمول ما تمام 40 میلیون نفوس افغانستان شما را انتخاب کنه. این افتخارتان اونو باده با شما به افتخار بگین که ما اینی دستاور داریم. جز رفتن به یک انتخابات، جز تن دادن به حق مردم افغانستان، جز تعامل مثبت کردن با مردم افغانستان،
حق بانوا و زنا و دخترای افغانستان روایت کردن رای حل دیگه افغانستان ندارد. تو اون زمان نه دنیا و طالبان را به رسمیت نشناسه، نه مردم افغانستان، و وضعیت هم اینمی حالت میمانه و روز آخرت هم بین شیخ العزیز صرفیشه روز آخرت دست این ملت میمونه و گریبان شما دست این ملت و گریبان تشکر. شما نمونه. من به مسابقه یک شهروند این بهترین راز براتون پیشنهاد. بله آقای کبیرزاده، مستقیم اگر سر راه حل بیایم، فرصت کم از راه حل، و شما چی گونه تحلیل و ارزیابی میکنید؟ راه حل همیه جناب محمدی صاحب که به خواستای مشروع و ملی مردم افغانستان تن داده شود، و آن چیزی که قرن 21 ایجاب میکنه در واقع قرن امروز، قرن ارتباطات از فنون است، قرن از که تمام کشورهای دنیا به یک دهکده تبدیل شده، و ما باید از منظر روابط دیپلماسی و دیپلماتیک و میارها و انجارهای بین الملل حقوقی باید به مسائل بپردازیم، و حکومت طالبان هم به شکل از اشکال تلاش بکنند تا هم جهان بینی خود تغییر بدن. جهان بینی به این معنا که حداقل با میارها و استانداردهای امروزی و مدرن از امروزی خود عیار بکنند، و آن چیزی که جامعه جهانی، کشورهای منطقه و مردم افغانستان به او باور دارند، باید همون نوع حکومت در افغانستان شکل بگیره، نه حکومت هایی که به زور به اصطلاح قمچین باشه و به زور تفنگ باشه، این ما را به نتیجه نمیرسانه، و نه رگوشا و رگوشار موضوع امروزی افغانستان است. باید که قسمی که دوباره تاکید میکنم، ما امو مسئله انتخابات یکی از موضوعات کلیدی و سرنوشت ساز آینده افغانستان است که باید ما به او تمکین کنیم و احترام بگذاریم تا از این موضوع امروزی نجات پیدا کنیم. تشکر از مهمانانی که در این بحث ما اشتراک داشتن، آقایان هر یک شیخ الحدیث محمد حسین رباطی آگاه مسائل سیاسی، نثار احمد شیرزاد تحلیلگر مسائل افغانستان، و دکتر رامین کبیرزاده فعال سیاسی، از حضورتان به برنامه تشکر و سپاسگزاریم، و از شما بیننده ها که تا حالا برنامه را بیننده بودند سپاسگزاریم. وقت بخیر، خدا نگهدار.